وقتتون بخیر. برای اینکه برای نقشه های اجرایی این کابینت رو بخوایم بدیم برای ابعاد ساختش در واقع مشخص بشه، یه سری نقشه های اجرایی میتونیم در واقع با فرمت دی دبلیو جی که فرمت اتوکد هستش در واقع به سلام وقتتون بخیر برای تهیه نقشه های اجرایی برای مثلا کابینت میتونیم، حالا مثلا به اون کسی که قرار اینها رو بسازه، برای ابعاد اندازش میتونیم یک فایل خروجی اتوکد بهش بدیم فقط با چند تا کلیک ساده. مثلا برای این کار من از نمای فرانت استفاده میکنم و حالت پارال پروژکشن که دو بعدی بشه. توی این حالت من میتونم چیکار بکنم؟ من میتونم در واقع مثلا به عنوان مثال این رو اگر بخوام، حالا اگر بخوایم به صورت جدا جدا اینها رو در واقع بخواید برای ایشون، مثلا برای کسی که میخواد بسازه، ارسال بکنید، توی یک نمای قرار میگیرید و در واقع توی نمایی که فقط این موضوع مشخص باشه از توی این قسمت اکسپورت تو دی گرافیک رو میزنید، منتها فایل رو دی دبلیو جی انتخاب میکنید و مثلا A1 میذارم برای نمونه. توی قسمت آپشن هم نیازی نیست کار خاصی بکنید، فقط ورژن اتوکد حواستون باشه که ورژنی باشه که براتون قابل اجرا باشه. الان مثلا 14 اوکی هست دیگه، همه چیش دیگه حالت پیش فرض مشکلی نخواهد داشت. من توی دسکتاپ این رو خروجی میگیرم، الان از کار خروجی گرفت، کافیه که فایلش رو توی اتوکد باز بفرمایید. من اتوکد رو باز میکنم، بله، عرضم به حضورتون که اوپن میکنم اون فایلی که خروجی گرفتم رو، توی دسکتاپ گرفتم A1 و کانتینیو رو میزنم. همونجوری که میبینید الان نقشه اتوکدش رو به من داده. اگر اینجا دیدید که موردی هست توی فایل جدیدی، اگر حالا دیدید یه خورده در واقع خطوطش داره اذیتتون میکنه، توی فایل جدیدی کپی پیستش بکنید. حالا من اینجا دیگه میتونم ابعاد و اندازه کارم رو به اوستاکارم یا اون کسی که قراره در واقع این رو اجرا بکنه بدم. ابعاد اندازه این دارم که خطوط دایمنشن اگر در واقع اسکیل درستی نداشت میتونید، من مودیفای میتونم بکنم. این دیگه حالا موضوعاتی هستش که توی اتوکد باید بدونید. مثلا کوچیکترش میکنم، این رو هم همینطور، یا فاصلش کمتر بشه، اینها رو هم همینطور کوچیکتر میکنم و عرضم به حضورتون که مثلا اینم این حالت آرکیتکتورال میذارم و حالت پرایمری یونیتش رو مثلا روی حالت این میذارم که این مقدار کوچیکتر بشه. حالا یه تغییرات کوچیکی من دادم، حالا تغییرات مد نظر خودتون رو برای ابعاد اندازه داشته باشید. قطعا اینجوری میتونیم ابعاد اندازه کار رو براشون ارسال بکنیم. این میشه مثلا از نمای روبرو، اگر از نمای مثلا بالا خواستید عمق کار رو نشون بدیدم، خیلی راحت این نما رو مثلا توی تاپ میذارید و من اینجا میتونم حتی کی رو هم بزنم، اینجا خطوط خطچین کار رو که زیر کارم هست رو ببینم، یا مثلا میتونم این رویه کار رو هاید بکنم و این داخل کار رو اگر حالا مثلا میخواهید مشخص بکنید ابعاد این درب‌ها و اینها رو میتونید براش مشخص کنید. این یه مدل سازی که حالا داخلش خیلی خوب و دقیق، حالا طبق اون اصول در واقع کابینت سازی مدل سازی نشده، صرفا قسمت بیرونی کار رو شما دارید به خوبی دارید میبینید. توی این نما هم میتونید در واقع براشون ارسال بکنید. حتی مثلا ببینید من این نما رو که حالت دو بعدی کار هستش توی یک در واقع زاویه‌ای میذارم و هم به این شکل در واقع تو دی گرافیک خدمتشون تحویل میدم، آدو میذارم من اینو، و هم حالت پرسپکتیو هم میتونه باشه. مثلا حالت پرسپکتیو هم اینجا من میتونم باز نقشه دو بعدیمو داشته باشم. اینو من خود البته اینو هاید بکنم، بس میخوام به این شکل. من همینو تو دی گرافیک میگیرم، البته اونم گوشه بود مهم نبود، خطوطش رو پاک میکردیم. A3 اینا خروجی های ویژه میشه که من به اون در واقع کسی که قرار هستش روز میخوام، مثلا توی همین حالت هم در واقع شما میتونید پس ابعاد و اندازه رو بهشون بدید. البته توی حالت این حالت از یه جایی که حالا این خطوط رو متوجه بشه دیگه، یا در واقع حالا با تکست براشون بنویسید. اینجا حالت پرسپکتیوش هم با هم دیگه ببینیم، این هم حالت پرسپکتیوش
البته اگر اوپنش بکنیم که خب خیلی بهتره. هم حالت پرسپکتیوش هستش و عرضم به حضورتون که اگه این خطوطش رو نشون نداده بود میتونید اینجا خودتون وصل بکنید این خطوطش رو به این شکل و توی این هم حالا مثلا میتونید یه سری توضیحات درباره کارتون بدید و در واقع حالا حالت پرینت رو بهشون بدید و کنترل پی بگیرید و حالا بهشون پرینت بدید یا به صورت پی دی اف براشون ارسال بکنید دیگه، یا حالا روی کاغذ یا به صورت پی دی اف براشون ارسال بکنید و برای اجرا بره موضوعش. امیدوارم که به دردتون خورده باشه آموزش.